آیا تکلم به زبان‌ها نشانه مسیحی بودن است و چه ارتباطی به پوری روح القدس دارد؟ در برخی از شاخه‌های کلیسای مسیح، خصوصاً در شاخه کلیساهای پنتیکاستی، جماعت ربانی و بعضی از کلیساهای کاریزماتیک و حتی در برخی از شاخه‌های کاریزماتیک کلیساهای سنتی کاتولیک، انگلیکن و شاید در سایر شاخه‌ها، ما با یک پدیده مواجه هستیم که بهش میگن تکلم کردن به زبان‌های روح القدس، که افراد در اون روحیه دعا و در اون روح پرستش کلماتی رو مأموراً به زبان خودشون جاری میکنن که در ظاهراً اون کلمات فاقد معنی خیلی مشخص زبانهای بشری داره، که البته شاید در بعضی موارد تشخیص داده شده که این زبانها به عنوان مثال شخصی شروع کرده به زبانها و زبان اون زبان زبان عبری بوده یا یک زبان ژاپنی بوده یا یه زبانی از یک کشور دیگه بوده که زبان مادری اون شخص نبوده، ولی در غالب موارد این زبانها زبانهای غیر قابل تشخیص هستن که به اینها میگن زبانهای روح القدس. این تجربه دینی، این تجربه خاص معنوی و عرفانی که برای برخی اتفاق میفته، معمولا در تعلیم این کلیساها ارتباط پیدا میکنه به اون تجربه‌ای که میشه اون رو در کتاب اعمال رسولان باب 2 در روز پنتیکاست که نزول روح القدس بود رو بر شاگردان دید. 50 روز بعد از قیام خداوند زنده ما عیسی مسیح، وقتی در روز 40 مسیح به آسمان صعود میکنه، میگه در دعا بمانید تا به قوت از اعلی آراسته بشید و روح القدس موعود رو پدر من از پدر بگیرم و بر شما بفرستم. و شاگردان در اون بالاخانه در دعا و روزه بودند همراه مریم مقدس بانوی ما، و روح القدس بر شاگردان ریخت و شاگردان به زبانهای روح القدس، به زبانهایی که روح القدس قدرت تکلم به اونها رو میداد، شروع کردن به تکلم کردن و زبانهای آتش، زبانهایی مثل زبانه آتش بر سر اونها قرار گرفت و باد شدیدی وزیدن گرفت و یک تظاهرات برونی مثل زبانهای آتش و حرکت باد شدید و همینطور صدایی همچون میگه که کلام در باب 2 اعمال میگه همه یک دل جمع بودن، ناگاه صدایی همچون صدای وزش تند باری از آسمان آمد، خانه را که در آن نشسته بودن به تمامی پر کرد. آنگاه زبانهای دیدن همچون زبانهای آتش که تقسیم شده و بر هر یک از ایشان قرار گرفت. سپس همه از روح القدس پر گشتند و آنگونه که روح به ایشان قدرت تکلم میبخشید، به زبانهای دیگر سخن گفتن آغاز کردند. که و بعد این باعث میشه که یهودیانی که اومده بودن از همه ممالک مختلف اومده بودن به اورشلیم برای انجام مراسم سالانه زیارت و مراسم دینی یهودی، اونجا دیدن که این افراد دارن ذکر کبریایی خدا رو میگن و پرستش میکنن به زبانهایی که این یهودیان از اون کشورها اومده بودن و اون زبانها رو میشناختن. مثلا میگه افرادی و اونا متوجه میشنن که هر یک از ایشان به زبان خودش سخن میگوید. پس حیران و بهت‌زده گفتم مگر اینا که سخن میگوین جملگی اهل جلیل نیستن؟ پس چگونه هر یک از ما میشنویم که به زبان زادگاه ما سخن میگوین؟ پارتها، مادها، ایلامیان، مردمان بین النهرین، یهودیه، کپادوکیه، پونتوس، آسیا، فریجیه، پنفلیه، مصر، نواحی لیبی، متصل به قیروان، زائران رومی، چه یهودی و چه یهودی شده، همچنین مردمان کرت و عربستان، همیشنن که اینها به زبان ما مد اعمال عظیم خدا رو میگوین. پس ببینید اینجا یک پدیده بوده که یهودیان جمع میشن با زبان مختلف، عربی، اون زبان ملت ایلامی، احتمالاً یونانی، رومی، مردمان کپادوکیه، آسیای صغیر، زبانهای مختلف، می‌دیدن که این شاگردان اهل جلیل دارن به اون زبانها صحبت میکنن. پس زبانهای قابل فهم بوده در اون اتفاق پنتیکاست. ولی همینطور ما در رسالات پولس میخونیم که پولس میگه من بیش از همه شما به زبانها صحبت میکنم در خلوت خودم، و میگه زبانهای فرشتگانه، زبانهایی که یه سری زبانهایی هست که این زبانها زبانهای فرشتگانه و قابل فهم نیست، و به وسیله اون
شخصی که به زبانها صحبت میکنه خودش رو بنا میکنه، اما اگر میخواین در کلیسا از این زبانها به صدای بلند کسی این زبانها رو بگه، باید حتما کسی باشه که اون زبان رو ترجمه بکنه و معلوم میشه که اون زبان احتمالا زبان قابل فهمه، اما زبانی هست که میگه هیچ کس اون رو نمیفهمه و زبان فرشتگانه. پس به نظر میرسه این برون فکنی و این صحبت به زبانهایی که زبانهای غیر قابل فهم هست هم قسمتی از اون تجربه دینی مسیحی که برای بعضی اتفاق میفته. حالا آیا هر کس این خصوصیت رو داره فقط مسیحیه؟ پاسخ اینه که نه. بسیاری بسیاری میلیون ها مسیحی در طول تاریخ تا به امروز و همین امروزه تجربه صحبت کردن به این زبانها رو ندارن. آیا به این معناست که آنها مسیحی نیستن و آیا از روح القدس پر نیستن؟ پاسخ به این سوال نه. برای اینکه کلیسا تعلیمش اینه که وقتی که شما شخصی به عیسی مسیح ایمان پیدا میکنه و اقرار ایمان میکنه، در واقع روح القدس رو یافته، زیرا که هیچ کس جز به روح القدس نمیتونه عیسی رو خداوند خطاب کنه. و کسی که تو تعمید میگیره، باور کلیسا این بوده که در تعمید آب شما در واقع تعمید آب شما شهادت میدین که در مسیح مردید و با او قیام کردید، به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید میگیرید و این در واقع تعمیدی که در اون شما خدا روح القدس رو به شخص عطا میکنه. تعلیم بسیاری از کلیساهای البته دیدگاه مینستریم یا اون دیدگاه به قول معروف میانی و استاندارد مسیحیته که در ایمان آوردن، اقرار کردن به ایمان و تعمید یافتن، خدا روح القدس رو به شخص میده. اینکه پوری روح القدس تا چه میزانه ما اینو نمیتونیم بسنجیم، اما این تجربه دینی تکلم به زبانها و سایر عطایایی که روح القدس میبخشه، مثل ترجمه زبانها، نبوت، عطای مدیریت، عطاهای مختلف، عطای شفا، عطای حکمت، عطای کارهای اداری و خدمت و عطاهایی که پولس رسول نام میبره در رومیان و در قرنتیان و جاهای دیگه، لیست های مختلفی هست، یک لیست نیست. اینها همه اون قابلیت هایی که در اثر زندگی با خدا و اطاعت از روح القدس، خداوند روح القدس در درون ما اون استعدادها و یا اون پتانسیل هایی که خدا میدونه و شاید ما ازش با خبر نیستیم رو در ما شعله ور و در ما اون رو به عمل میرسونه، اونو اکچولایز میکنه، اونو تبدیل به عملیاتیش میکنه و ما میتونیم اون موقع از اونا استفاده بکنیم. پس همه مسیحیانی که عیسی رو خداوند میدونن و با مسیح زندگی میکنن و تعمید یافتند، روح القدس رو یافتن. حالا اگر یک کسی باشه در ایران که هنوز یا یه جایی که هنوز تعمید نیافته ولی عیسی رو خداوند میدونه، کلام رو میخونه و کلام با قلبش صحبت میکنه، یعنی روح القدس رو یافته. اما در عطای تعمید، در مراسم آیین تعمید، خدا به طور رسمی این داده شدن روح القدس رو تایید میکنه و بر اون مهر میزنه و در آیین تایید یا کانفرمیشن خدا در باور کلیسا اینه که این داده شدگی روح القدس اینتنسیفاید میشه، یعنی شدت بهش بخشیده میشه و در یک لول، در یک استیج بالاتری، در یک قدرت بالاتری به شخص داده میشه. و پس اگر شما به زبانها صحبت نمی کنید، به این معنا نیست که روح القدس رو ندارید و از آن پر نیستید. به این معنا نیست.